شکار روباه مثل خاطرات و کابوس ها، مثل یکی دو تا اثر دیگر، همیشه در ارتباط با شرایط زمان حاله. اگرم قصم به ظاهر تاریخیه، هیچ وقت اسیر تاریخ نمیشم. تاریخ برای من هیچ ارزشی نداره جز اینکه چراغ راه آینده باشه، جز اینکه من بتونم اون رو اونجوری که میخوام بپرورونم و تبدیلش بکنم به یه اثری که فقط برای فرار از نمیدونم سانسور و کنترل های عجیب غریبی که میشه، برای اینکه بتونم از اونها فرار بکنم، یه قصه ای که بر درست مربوط به زمان حاله میذارم در فضای 100 سال پیش، 150 سال پیش. با ما مهربون باش آقا محمد. کی با من مهربون بوده که من مهربونی رو یاد گرفته باشم؟ اما من شنیدم که خان زند با تو با مهربونی رفتار کرده. دیگه از مهربونی اون مرد که لور با من حرف نزد. آخ که چه خوب میشد اون عروس ترکمنی که خواجه وعده داد الان کنارم بود. ای بابا، وقتی نوکریه یه خواجه رو میکنی دیگه باید مثل خودش هم زندگی کنی. و الان به خودت نگاه کن، یواش یواش داری مثل اون میشی. فرقش اینه که اون یه هوی خواجه شد، ما بدبخت ها یواش یواش داریم خواجه میشیم.